به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. رسانه های بین المللی از سقوط یک هواپیمای مسافربری در ایالت ساو پاولو خبر دادند. این هواپیمای برازیلی 68 سرنشین داشت. گزارش ها که از تمامی این 68 نفر جان باختند. این هواپیما از نوع هواپیمای دو موتوره ITR-72 و متعلق به شرکت هوایی پاساردو لینهانس ایرهاز بوده است. اداره آتش نشانی این ایالت سقوط یک هواپیما را تایید کرد و کاربران فضای مجازی فیلم های از محوطه که در حال سوختن در آتش است را منتشر کردند. هشدار روسیه به آلمان. پس از نشر گزارش ها درباره ورود ارتش اوکراین با تانک های آلمانی به خاک روسیه، مقام های این کشور به آلمان هشدار داد که با تانک های جدیدش تا برلین خواهد آمد. دیمیتری مددوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه، روز جمعه 19 اسد در واکنش به مقاله روزنامه آلمانی بیلد درباره ورود ارتش اوکراین با تانک های آلمانی به خاک روسیه هشدار داد که روسیه تلاش می کند با جدیدترین تانک های روسی تا برلین پیشروی کند. مددوف در اکس گفت که روزنامه آلمانی بیلد مقاله منتشر کرده و با افتخار از بازگشت تانک های آلمانی در اختیار ارتش اوکراین به منطقه کورسک در غرب روسیه خبر داده است. این مقام ارشد روسیه هشدار داده که مسکو تلاش خواهد کرد تا جدیدترین تانک های روسی را به میدان جمهوری در برلین بیاورد. این نخستین بار نیست که رئیس جمهور سابق روسیه آلمان را تهدید می کند. او سال گذشته در واکنش به اظهارات وزیر دفاع آلمان درباره انجام عملیات نظامی اوکراین در داخل خاک روسیه گفت که هر آلمانی که خواهان حمله به روسیه است باید برای رژه ارتش روسیه در برلین آماده باشد. و در سوی دیگر، حمله به مقر نیروهای آمریکایی در سوریه. همزمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله پهپادی به مقر نیروهای آمریکایی در شمال شرق این کشور خبر داده است. این سازمان همچنین گفته است که این پهپاد در داخل پایگاه سقوط کرد. تصاویر منتشر شده حاکی از وقایع آتش‌سوزی در این پایگاه است. این در حالی است که به دنبال کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس، در تهران تنش‌ها در خاورمیانه افزایش یافته است. بایدن: ترامپ شکست در انتخابات را نخواهد پذیرفت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته اصلا اطمینان ندارد که در صورت شکست دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز انجام شود. بایدن در گفتگو با شبکه خبری CBS گفت او با آنچه که میگوید اعتقاد ندارد. ما حرفای او را جدی نمیگیریم. این همه حرف ها که میزند و میگوید که اگر شکست بخورد حمام خون را خواهد افتاد و انتخابات از او دزدیده شده است. ترامپ در ماه مارس در یک کمپاین انتخاباتی در ایالت اوهایو گفته بود چنانچه در انتخابات شکست بخورد حمام خون را خواهد افتاد. ستاد انتخاباتی او مدعی شد که منظور ترامپ تبعات اقتصادی شکست او بوده است. و در پایان، ابزار جدید گوگل برای نظارت والدین در یوتیوب. گوگل ویژگی اسکول تایم را در ساعت‌های هوشمند برای والدینی که می‌خوان زمان متعادلی را برای تعامل فرزندانشان با فناوری تعیین کنند معرفی کرد. ویژگی‌های نظارت بر نوجوانان با بروز رسانی جدید اواخر تابستان امسال برای گوشی‌های اندروید و سایر دستگاه‌ها عرضه می‌شود. ویژگی اسکول تایمز به طور خاص برای توانمندسازی والدین طراحی شده است که نمیخواهند فرزندانشان در مدرسه حواسشان پرت شود و میخواهند در موقع اضطراری با آن تماس بگیرند. بروز رسانی آتی گوگل به والدین این امکان را میدهد که دستگاه شخصی فرزندان را به صفحه اصلی سفارشی برای دریافت فعالیت نوجوانان در یوتیوب با عملکرد محدود در ساعت مدرسه متصل کنند. والدین همچنین می توانند برنامه هایی را که فرزندانشان می توانند در طول مدرسه استفاده کنند برنامه ریزی کرده و انتخاب کنند. این ویژگی همچنین به والدین این فرصت را می دهد که به تماس ها یا ارسال پیام های متنی از سوی مخاطبین خاص پاسخ دهند. علاوه بر این، ویژگی جدید گوگل قابلیت های نظارت را برای همه گروه های سنی در پورتال کنترل والدین یا
فامیلی لینک ارائه می کند. تشکر از توجهتون، تا بعد، بدرود.